آیا میدونستین 80% دستگاه های فشار خون عدد نادرستی نشون میدن؟ مثل این ظاهر خوبی داره ولی اصلا دقیق نیست. اگر فشار خونت رو اشتباه اندازه بگیری ممکنه بی دلیل نگران بشی یا برعکس یک مشکل جدی رو نادیده بگیری. در این ویدیو همه چیز درباره دقیق ترین دستگاه های فشار خون و نحوه تست دقت دستگاه رو بهتون آموزش میدم. خیلی خوش اومدید. دکتر نیما هستم. تو این کانال آموزش هایی که به بیمارانم در مطب ارائه میدم رو با شما به اشتراک میذارم. دقیق ترین دستگاه های فشار خون دستگاه های آنالوگ یا عقربه‌ای هستند. علاوه بر دقت بالا عمر زیادی دارن و نیازی به برق و باتری هم نیست. اما من به مراجعه کنندگانم توصیه نمی کنم از این دستگاه استفاده کنن، چون هر کسی بلد نیست درست باش کار بکنه و نیاز به آموزش داره. به علاوه نیاز به یه گوشی پزشکی هم داره که همه ندارن. اما اگر در خونه شما کسی هست که این وسایل رو داره و بلده به نفعتونه، چون این روش دقیق ترین روشه. بهترین برندها برای دستگاه آنالوگ ولش آلن، ریشتر و اومرون هستن. اما دقت کنید که هیچ وقت نمیتونید تنهایی فشار خودتون رو بگیرید و حتما به یک نفر دوم هم نیازه. به همین خاطر من توصیه میکنم برای استفاده خونگی از دستگاه های دیجیتال استفاده بکنید. اما نکات خیلی مهمی وجود داره که باید در هنگام خرید به اونها دقت بکنید که در ادامه ویدیو توضیح میدم. دستگاه های دیجیتال دو دسته هستن، بازویی و مچی. توصیه میکنم سراغ دستگاه های مچی نرید، به خاطر اینکه دقت پایینی دارن. فشارسنج مچی به درد افرادی میخوره که بازوی بسیار بزرگی دارن که نمیتونن از کاف های بازویی استفاده بکنن. یک ویژگی خوبشون اینه که بسیار قابل حمل هستن اما دقت خوبی ندارن. فشارسنج های دیجیتال بازویی بهترین نتیجه و راحت ترین استفاده رو برای شما فراهم می کنن. اما نه همشون، 80% دستگاه های موجود در بازار دقیق نیستن. حتما سعی کنید دستگاه دقیقی تهیه و استفاده بکنید، چون اگر دستگاه شما فشار رو بالا نشون بده باعث نگرانی بی دلیل و مصرف دارو میشه و اگر فشارتون بالا باشه ولی پایین نشون بده باعث میشه که یک مشکل نادیده گرفته بشه. نکاتی که در ادامه بهتون میگم تضمین میکنه که یک دستگاه با دقت بالا انتخاب و خریداری کنید، یا اگر دستگاهی دارید بسنجید که دقتش خوب هست یا نه. اما قبل از اون با لایک کردن و سابسکرایب کردن کانال میتونید از من حمایت بکنید و نکته خیلی مهم اینه که تجربیاتتون و نظرات و پرسشاتون رو حتما توی بخش کامنت بنویسید. من نظراتتون رو میخونم و اگر سوالی داشته باشید تا جایی که وقت داشته باشم بهتون پاسخ میدم. اولا سایز کاف در انتخاب دستگاه خیلی مهمه، بسیار مهمه. اندازه مناسب کاف با توجه به دور بازوی شما تعیین میشه. حتما دقت کنید که طبق جدولی که این گوشه هست سایز کاف مناسب دور بازوی شما باشه. مثلا در این کافی که دست من هست نوشته شده که برای دور بازوی 22 تا 32 سانتی متر مناسبه. یک دستگاه خوب باید تاییدیه استاندارد یک مؤسسه خوب و معتبر رو داشته باشه، مثلا سازمان انجمن قلب آمریکا. یک سایتی وجود داره به نام validatebp.org. در این سایت لیست دستگاه‌های دقیق و با کیفیت ثبت شده. لینکش رو در قسمت توضیحات میذارم. اگر دستگاهی که میخواهید بخرید یا دستگاهی که دارید در لیست این سایت موجود باشه، یعنی دستگاه با کیفیت و دقیقی دارید. پس این میشه یک روش برای فهمیدن اینه که دستگاه خوب هست یا نه. روش دوم این که حتما از برند معتبر خرید کنید. معتبرترین برندها در حال حاضر اومرون و بویرر هستن. اگر یک دستگاهی که خریداری کردید یا امکان خریدش رو دارید نه در لیست سایت موجوده نه این جزو این برندهایی که گفتم، هیچ اشکال نداره. دلیل نمیشه که اون دستگاه نامعتبر یا غیر دقیق باشه. راه‌های خونگی وجود داره که شما میتونید دقت دستگاهتون رو مورد سنجش و محک قرار بدید. روش سوم، دستگاه فشارسنجتون رو پیش پزشکتون ببرید و فشارتون رو یک بار با دستگاه پزشک و یک بار با دستگاه خودتون اندازه بگیرید و عدد رو با هم مقایسه کنید. اگر عدد نشون داده شده بیش از 10 میلی‌متر جیوه
فاصله و اختلاف داشت نشون میده دستگاه شما خیلی دقیق نیست. روش 4، در خونه 3 بار پشت سر هم به فاصله 1 دقیقه فشارتون رو با دستگاه بگیرید و این 3 عدد رو در 1 کاغذ ثبت کنید. اگر اعدادی که به دست اومده فاصله زیادی از هم دارن و به هم نزدیک نیستن، این نشون میده دستگاه شما دستگاه دقیقی نیست. موقعی که میخواید این تستا رو انجام بدید، باید 1 سری نکات مهم در استفاده و اندازه‌گیری فشار خون رو رعایت بکنید که الکی دستگاهتون رو مقصر ندونید. مثل نحوه بستن کاف روی بازو که چطور نه خیلی سفت باشه نه خیلی شل باشه، چون به شدت روی عددی که نوشته میشه تأثیر داره. 12 نکته بسیار بسیار مهم در اندازه‌گیری فشار خون در خونه که خیلی از بیماران من خودم دیدم که اشتباه میکنن رو تو 1 ویدیو جمع‌آوری کردم. این گوشه میتونید ببینید، از دستش ندید. امیدوارم بهتون کمک کرده باشم. خدا نگهدار.